با درود احترام خدمت بینندگان و شنوندگان رسانه پارسه امروز هم با خبری درباره نتانیاهو و اسرائیل که این روزها برای ضربه های نهایی نقشه میکشه و به گونه های مختلف کارش رو پیش میبره و حسابی هم وحشت در دل خامنه ای و حسن نصرالله و کسانی که آدم کشهای ای و تروریست هستند که به مردم آزادی خواه ضربه میزنند از جمله به ملت ایران به مردم ایران که سالهاست برای بیرون راندن اشخالگران اسلامی از کشورشون که هزاران هزار کشته و زخمی و زندانی داده ایران در چهر و چهار سال گذشته و الان اسرائیل به گونه ای انتقام ملت ایران رو داره میگیره به گونه ای نه اینکه به خاطر ایران داره با این مسلمان های شرور و بسیار آدمکش داره مبارزه میکنه نه به خاطر اون نیست اون داره دفاع میکنه از خودش از اینکه اگر اینها جون بگیرند باز دوباره حمله هفت اکتبر پارسال رو تکرار خواهد کرد از این جهت میخواد از ریشه اینها رو نابود کنه از جمله جمهوری اسلامی که همیشه هم گفته سر مار در تهران هست که واقعا هم درست است از سال 57 به بعد که خمینی آمد این اندیشه تندروی اسلامی رو راه انداخت دیگر خاورمیانه و خصوصا ایران آرامش نداشتند ایران که جنایت و کشتار و همه مسائلی که مردم ایران برای دور شدن از این حکومت تلاش میکنند مبارزه میکنند خدمتون گفتم کشته و زخمی و زندانی دارند و دادند از این جهت برای مردم ایران رفتن جمهور اسلامی کشتن خامنه ای کسانی که ضد بشر ضد ایران هستند بعد از منفجر شدن پیج ها و ادوات ارتباطی حزب الله لبنان که به چار هزار کشته و زخمی و معلول انجامید نتانیاهو در یک صفحه به نام صفحه فارسی نتانیاهو نوشته آیا دوست دارید حسن دود بشه منظورش حسن نصرالله است و در اصل نقشه کشیده که حسن نصرالله هم اون رو هم نابود کنه حتی درباره سید علی خامنه ای هم نقشه هایی رو تو سرش داره که میخواد پیاده کنه هر لحظه امکان داره اتفاقاتی در منطقه بیفته و این صفحه ایکس نتانیاهو به فارسی که حالا مال خود نتانیاهو یا اینکه کسانی آدمینهایی میچرخوندن اونو هدایت میکنند در یک فستی نوشته اگر مجبور باشیم تنها بیستیم تنها خواهیم ایستاد اگر لازم باشد با ناخن انگشتمان میجنگیم اما ما ابزاری بیش از ناخن انگشت هامون داریم و به لطف روحی قوی بیاری خدا با هم پیروز خواهیم شد این یکی از تیوت هاست قبلیش هم که در رابطه با حسن نصرالله نوشته بود که آیا دوست دارید دود بشه باز در تیوت دیگه نوشته همه دشمنان اسرائیل رو حذف میکنیم پیام داده به مردم ایران پیام ما به مردم ایران مبارزه ما با جمهوری اسلامی است نه با مردم ایران باز دوباره تصویری از پرچم جمهوری اسلامی و هواپیما ها رو کشیده نوشته روزهای رژیم جمهوری اسلامی ایران به شماره افتاده است وزیرش هم نوشته برای اسرائیل دعا کنید تصویری از ناتانیاهو و خامنه ای رو در صفحه گذاشته ناتانیاهو داره به ساعتش نگاه میکنه تصویر رو میبینید و زیرش هم تصویر خامنه ای نوشته انا لله و انا علیه راجعون یعنی خامنه ای رو خلاص میکنیم بعدش هم زیرش نوشته سرمار رو میزنیم ما به رژیم ایران حمله میکنیم سرمار که پشت حملات حزب الله و حوسی هاست رو میزنیم. بعد تصویر دیگری گذاشته نوشته نماز جنازه بعدی نزدیک است. از سر راه کنار برید. اینم در پست دیگری نوشته بعد پست دیگری نوشته من از جانب ملت اسرائیل به تمام کسانی که از ما حمایت میکنند خصوص از مردم شریف ایران سپاسگزاری میکنم با امید نابودی تروریسم و برقراری صلح و آرامش در خاور میانه و این صفحه و این صحبت ها و این مطالب نشان میده که اسرائیل نفر بعدی رو علی خامنه ای و یا حالا نفر بعدی هم نباشه در برنامهش هست که خامنه ای رو نابود کنه و مردم ایران رو خوشحال کنه واقعا مردم ایران به دلیل جنایات این رژیم متنفر هستند از اینها از سال 57 که اینها اومدن مردم ایران دیگر روگ خوش ندیدند خوشی تفریح و آزادی از ایران رخت بر بست و این انسانهای شرور به کشور ایران به ملت ایران تحمیل شدند باید نشست و دید که روزهای آینده و حتی شاید ساعتها تعیین کننده هستند ساعتهای آینده که تکلیف این خاورمیانه پرآشوب که همه آشوبهاش هم دست علی خامنه است به کجا میانجامد و کجا هرهلو هل و شادی از ایران بلند بشه با مرگ خامنه ای و سقوط رژیم اسلامی شما دوستان هم اگر نظر و یا پیشنهادی دارید لطفا در کامنت ها بنویسید. بدرود.